دونی؟ چرا خندم من خانم بهمنی بگرم نمک میخوام دیگه یه ذره ها بیا مفیدم هست با چی شد؟ قهر کردی؟ نه خیلی اشتهام قهر کرد ولی مجید من چشمم داره به یه سری حقایق باز میشه حقایق چیه؟ واقعا ما داریم چی کار میکنیم؟ داریم شام میخوریم نه منظورم تو زندگیمونه این که آدم ها اصلا دارن چه بلایی سر خودشون میارن این مدل زندگی، آپارتمان نشینی، تجملات تجملات میترا، تجملی کجاش تجملات، عدسمولو تجملاته، عدسمولو ببین منظورم اینه که الان من و تو نشستیم اینجا داریم شام میخوریم اصلا بیخبر از این که چند قدم پایین تر یه همسایهی داریم که یه خانم تنهاست، بی کسه گرسنه داره سرش رو بالش میذاره ما کجا میدونی گرسنه سرش رو بالش میذاره و چی دارم میگم دو ساعته نمیدونم شما گفتین خانم همسایه ما یه خانم مسن بد اخلاقه و مریض مریض که دیگه قرار باشه زخم مادر جزو مریضه حساب کنین نصف جمعیت تو ایران مریضن به هر حال من گفتم از خیلی لحاظ نیاز به کمک داره به لحاظ روحی از لحاظ فیزیکی جسمی ذهنی مالی خداوند همه مریضای جسمی روحی فیزیکی رو شفا بده نیازهای مالیشون هم برطرف کنه دیگه مجید میترا من کاری جز دعا کردن ازم برنمیاد یه دقیقه گوش کن من میگم همین که من و تو اومدیم اینجا داریم زندگی میکنیم یه همسایه اینجوری داریم بر. شاید واقعا این یعنی این که ما بریم بهش سر بزنیم اون مثل مادر خودمون باشه باش رفت آمد کنیم ازش مراقبت کنیم بله واقعا من اگه وقتشو داشتم برای مادر خودم میکنیم که هم قدرت داره کمر درد داره مثل که زخم میدم داشت مامانم دست دردم جدیدن گرفته بسیار شام خوشمزه بود از شما متشکرم دفعه دیگه یه ذره بیشتر نمک بزن یه قانون نانوشته و نوشته تو طبیعت وجود داره از هر دستی بدی با همون دست پس میگیری سالها قبل هم یه قانون در طبیعت کشف شد به نام قانون بقای انرژی اون قانون میگه انرژی در جهان طبیعت هرگز از بین نمیره بلکه مدام از شکلی به شکل دیگه تغییر میکنه خلاصه این که من معتقدم کمک کردن به همسایه باعث میشه بشی انرژی بدیم انرژی که نه تنها هدر نمیره بلکه کائنات، علم، جهان ثابت کرده که به شکل گسترده تر و قوی تر به خودمون برمیگرده کسی حرفی نظری چیز... من که به شدت موافقم یعنی این چرخش انرژی و اینا رو کاملا باور دارم چی اون وقت رو باور داری؟ گردش علمی کائنات صرف جویی در مصرف انرژی داریم راجع به خانم بهمنی حرف میزنیم همسایمون هرچی ایشون هم باید تو مصرف صرف جویی کنه تو انرژی بابا منظور خانم مدیر اینه که کی چه کاری از دستش ساخته است واسه خانم بهمنی انجام بده یک کلام آها یک کلام بله بله آها بله. چی کار میشه کرد من میدونم چیکار کنم مثلا من میتونم خودم برم در خونهشون یعنی خودم راه بیفتم از پلا برم در خونهشون بعد لباساشون و لباس چرکاشون رو ازشون بگیرم ببرم تو ماشین لباسشویی خودمون با پودر ماشین لباسشویی خودمون براش بشورم فقط یه شرط داره چی اینکه کلید پشت بوم بهم بدین چون خونه من که آفتابرو نیست من مجبورم که لباسا رو ببرم تو پشت بوم هوا بدم دیگه وقت با این لباس تاناکوراییت میندازه تو ماشین رخشویی؟ نه که تو نمیپوشی، هم آشناسا ببین خانم بگی، آخه پشت بون جزو مشاعاته اگه شما بخواین ازش استفاده کنین، اون وقت همان باید ازش بتونن استفاده کنن، مگه نه؟ حالا من میگم اصلا بحثو شخصیش نکنیم ما که نمیخوایم شخصیش بکنیم، این داره شخصیش میکنه این برای اشیاسا ببین که آقا بچونه برام میگم حالا تو خیلی از مغزت استفاده نکن به نظرم خیلی خوب اصلا الان بحث ما این نیست من یک ساعت دارم راجع به یک موضوع انسانی با شما حرف میزنم راجع به خانم بهمنی که یه زن تنهاست
تک و تنها الان مدت هاست طبقه بالا نشسته و ممکنه به کمک ما نیاز داشته باشه، اونم واقعا کمکی که نه در حد همسایه باشه. خانم بهمنی مثل مادر ما، ما تک تک باید مثل دخترش بریم بهش خدمت کنیم. البته که اینو بهتون بگم، هر کسی هر کاری میخواد بکنه کاملا اختیاری، هیچ اجباری درش نیست. من میتونم اگه چیزی برای تعمیر داشت انجام بدم. آقا اصلا کاره فنی خونش با من. خیلی خوبه. منم میتونم بگم به مامانم غذا بپزه، براش غذا ببرم. اوقات خوبه. این کمکه، خیلی خوبه. منم میتونم به محمدم بگم صبح که داره میره نون بگیره، یه دونه نونم برای خانم بهمنی. منم با آقام مشورت کنم ببینم که چی صلاح میدونم. باشه. منم میتونم هر روز بچه‌مو یه ساعت بفرستم پایین که پیش خانم بهمنی باشن از تنهایی در بیان. نه خودم خسته نمیشه اینطوری. حالا که دیگه همه نظراتشون رو گفتن، من دیگه با من امری نیست، فقط این کلید پشت بام. بابا خانم بگی کجا می‌خوایم بریم، هنوز که جلسه تموم نشده که. بابا تو ساعتی غذا درست کنم. اون دیگه. پس منم دیگه. نه نه تو بجو شما یه لحظه. خانم فوتبال شروع میشه. یه لحظه کوچولو اگه بشینه کارات داره. ساعت چنده بگی؟ نیم ساعت مونده تا فوتبال. خب پس یکم دیگه میشینم. منم بمونم یعنی؟ نه شما خیلی ممنون از پیشنهاد دلیجون. با اجازه. سوگل خانم جلسه است دیگه. گفته باشم این نخواد این کلید بالا پشتونه بگیره اونجا رو بکنه نمایشگاه لباسای تاناکوراییش. بهتون بگم تو خوبی، تو خوبی. حالا من میگم که ملو خانم، شما که همسایه روبروی خانم بهمنی، از خودتون توی این مدت اصلا از حال و اوضاع خانم بهمنی خبر داشتین؟ والا دروغ چرا؟ من تو قبل از این فکر میکردم لابد پولش از پارو بالا میره که هیچ کدوم از ما رو آدم حساب نمیکنه. میگفتم پرستارم داشته. کی به تو به من گفتی مریم؟ آره پارسال داشت، ولی فکر کنم امسال نتونست از پس هزینه هاش بر بیاد، برای همین دیگه امسال پرستار. حالا به گذشته آدما که اصلا مهم نیست، به خودشون هم مربوطه، مهم الانه، حالا امروزشونه که ما بتونیم بهشون کمک کنیم. مثلا خیلی پیشنهاد خوبی داد خان بیگی، لباساشو میشوره یا شماها. خدا خیرش بده. فقط خانم مدیر این ماجرای پشت بوم شر نشه. نه شر نمیشه، من خودم حواسم هستش. خب پس دیگه با اجازتون منم برم. کجا بری؟ آخه من اون کارشناسی قبلش رو دوست دارم. فکر کنم سوگل جون از همین الان میخواد بره بچه‌هاش بذاره پیش خانم بهمنی تنها نماز. چقدر لوسی یه دقیقه دیگه بشین. باشه افتیدی. نه من میگم ما این همه حرف زدیم حیفه، بذار به یه جنبندی برسیم ببینیم چی کار باید کرد. به هر حال مخالفت ملوس خیلی مهمه، چون حتی اگه یه نفرم مخالف باشه اینجا دموکراسی ما انجام نمیده. والا اگه قول بدین که خانم بیگی لباسای خانم بهمنی رو گربه شور نکنه و اون بالا رم نمایشگاه بین‌المللی لباسای تاناکورا نکنه، من حرفی ندارم. عزیزم اگه مشکل داری خودت بشو. با من حوصله ندارم لباسای بچه خودم بشورم. خب حل شد دیگه. ببین من میگم اولی قدمی که من دارم خونش سر بزنم شروع کنم ببینم کار تعمیری چی. من متقاعد کردن همسایه ها برای همراهی و کمک کردن به یکی از همسایه هامون اولش خیلی سخت به نظر می رسید، اما خیلی زود و صرفاً به خاطر همون ویژگی مشترک بین خانوم ها به نتیجه های بسیار مهمی رسیدیم. مثلا مقرر شد هر کدوم از همسایه ها در هفته فقط یک وعده از غذای خانم بهمنی را به یک بهانه در خونش ببرن. همینطور قرار شد هر وقت اعضای هیئت مدیره چیزایی مثل سبزی و سیب زمینی و امثال اینا رو مشارکتی خریدیم، هر کسی بخشی از سهمش رو برای خانم بهمنی کنار بذاره. خانم جعفری هم براش بذارینا تو سبزی خوبه. بدی منم کمک کنم. دیگه شما دست رو کسی شد. این استراجه رو بدی من جدا کنم برخم بهمنی که بتونم ماست رویم. استراجه برش برش بپسیم. استراجه خیلی خوبه. بفرم. نم خدمت شد. دستی درد نکنم. خیرش. چقدر بدم؟ حساب شده؟ شده. یعنی این چون معلوم نیست که این کارو کرده، ما از شارژ کلی ساختمون برمی‌داریم. مگه شارژ می‌گیری؟ نه یه نفر که شارژ نمی‌گیرن. نه. میشه؟ بله به خاطر اینکه ساختمون که خرجی نداره.
میخوام بگم یکی از همسایه‌ها بیاد لباساتون رو بگیره ببره بشوره اوتو کنه دوباره براتون بیاره. من لباسه لباس چندان برای شستن ندارم. اصلا هرچی، یه دونه پیرن، یه دونه روسری، خودش میاد میگیره میبره میشوره. یعنی هنوزم آدم هایی هستن که با شستن رخت مردم زندگیشون رو میگذرن؟ بله دیگه، آبرومند زندگی میکنم. خوبه، خوبه آدم لقمه تو سفره آدم آبرومند بذاره. چقدر میگیره؟ شما هیچی؟ نه، وقت من نمیدونم، ممکنه اون وقت کم بهش بدم بعد بشه. نه نه، اصلا خودش نمیاد که اصلا شما بخواید ببینیدش. ببین، یکی از همسایه‌ها میاد لباسای شما رو میگیره میبره میده اون بنده خدا، اون میشوره خوش میکنه، آفتاب میده، هوا میده، همه چی میده، دوباره به همسایه، همسایه میاره خدمت شما. من اینطوری دوست ندارم، این باعث شرمندگی من میشه. ما باهاشون یه حساب کتابایی داریم، خودمون جبران میکنیم. بله، چند روزه همه چی عوض شده. همه همسایه ها دست به دست هم دادیم تا یکی از همسایه ها رو که می رفت در دریای تنهایی و بی کسی غرق بشه رو نجات بدیم، همه با هم. و البته هممون سعی کردیم تا به گونه‌ای رفتار کنیم که خدایی نکرده به غرور و شخصیت همسایه‌مون لطمه‌ای وارد نشه. مادی، کریمی دست درد نکنه، اصلا خودت درد نکنه. او چقدر رخش و سیبه گی. بیا کمک. آره او کمک. بیا، اینجا برم. اینا رو هم میزن. آه، بیا. سلام خانم بهمنی. سلام. این خدمت شما. چه؟ قرمه سبزی خوشمزه مامان بس. میدونم، به چه مناسبته؟ به مناسبت همسایگی. چه مناسبتی از این بهتر؟ دست درد نکنه. میخواییم براتون بیارم تو؟ نه، خودم میبرم تو. یه دقیقه صبر کنید، ظرفشو بدم. عجله نیستا. آخه دیروز هم یکی از همسایه‌ها نظری آورد و این ظرفا میمونه. من یه خواستی پسی میشم خواستش کنم. تازه منم تو خونش راه ندار. دیدی گفتم این خانم بهمنی یه چیزی دیگه به کفشش هست. ببخشید چون کی گفتی؟ گفتم. کی؟ گفتم بابا چه ریگی. من میگم شاید اوضاع احوال خونش یه جوریه که خجالت میکشه کسی رو راه بده. راست میگه. بالاخره بعد یکی بتونه بره تو خونش که براش خونش رو تمیز کنه دیگه. آخه مگه این قبلا پرستار نداشت؟ چرا چرا خانم محمدخانی گفت نگو؟ مال وقتی بود که وضعش خوب بوده. چرا از اینا یکی از اسب افتادن؟ چه حرفای بی ربط میزنی. این دور زمان تو خونش اسب نگه میداره. مریم جان ملت ایران چند نفرن؟ 80 با اینا یا بی؟ یکی عزیزم این یه ضرب المثل با شوخی میکنه، یعنی که قبلنا بعضش خوب بوده اما دیگه نیست. آره کریمی راست میگه. ببین این لباسایی که دادید من براش بشورم بعضیشون انقدر کار شده است و شیک و مطمئنم نوش یه میلیون میارزه. میلیون؟ آره. آقا چجوری راضیش کردین که بیگی بره لباس چرکاشو بشوره؟ خب همونجوری هم راضیش کنه که بره خونه‌ش رو رفت و روب کنه دیگه. من اونو با هزار تا دروغ دغل راضیش کردم. خب الان یه چهار تا دروغ دغل دیگه بگین راضیش بکنه. عیزا امشب شامش نوبت من. خودم میرم یه جوری باهاش صحبت میکنم که اون اصلا بیاد ازتون خواهش کنه که خونه‌ش رو براش تمیز کنه. شرط دیگه اسمش با لگد نندازه. اسم نداره تو خونه. اسم چی؟ سلام. برای چه شام آوردم؟ برای چی؟ خب شامه دیگه.
من شام سفارش داده بودم. نه شام آوردی. آره میبینم. من تصمیم گرفتم بعد از این شام نخورم، یعنی اگرم بخوام بخورم حاضری بخورم. خب بذاریم برای فردا نهار. از من میشنوی بهتره که غذای پختنی رو به خصوص اگر سرخ کردنی باشه به اندازه یه وعده بپزین بله. که همون یه وعده تموم بشه، نذارین تو یخچال سرد بشه دوباره بیارین بیرون داغ کنین دوباره. پس من میرم برای تو حاضری. نه خواهش میکنم زحمت نکش. نه چه زحمتی، شما مثل مامان من میمونی. خدا سایه پدر مادر تو از سرت کم نکنه، سایه خودتم از سر بچه هات. بله زحمت نکش، ناراحت نشی. ها من اگر اینو بگیرم از تو من نمیخورم، اون وقت اسرافه و چون شام نمیخورم بله. باید بریزم تو سطل آشغال اون وقت بله. این خیلی بده، بعد دستت درد نکنه. شب بخیر. بیچاره انقدر بهش برخورده بود که کارت میزدی خونش در نمیاد. کی خانم امنی؟ نه نیکی خانم. خیلی صبوره نیکی؟ نه بابا خانم بهمنی. تو خودتو بزی جای خانم بهمنی؟ فکر کن هر دقیقه یکی میمد دم خونت، یکی میخواد خونت رو تمیز کنه، یکی میخواد لباساتو بشوره، یکی میخواد صبونه بهت بده، یکی میخواد نهار. بابا آدم بالاخره یه جو به غرورش بر میخوره دیگه. وا چرا به غرورش بر بخوره؟ الان من این همه ساله دارم این کارا رو برای تو میکنم، به غرورت بر میخوره؟ اگه اجازه بدین ما زن و شوهریم دیگه، داریم با هم زندگی میکنیم. باشه اونم بالاخره همسایه‌مونه، توی یه ساختمون داریم زندگی میکنیم، مثل یه خانواده ای. انشالله که همونجا باشه. ولی میترا خانم اگر بفهمه که شما دارین بهش صدقه میدین غرورش لگد مال میشه. ببین چند بار دارم میگم. آره باید موافقم ولی نمیفهمه. انشالله. ولی اگه فهمید چی؟ چیکار کنیم مجید جان؟ بذاریم تنهایی تو فقر و گرسنگی بمیره؟ فقر و گرسنگی کدومه؟ با آقای جمشیدی چیکار کردین؟ بابا آقای جمشیدی فرق داره. آقای جمشیدی فوبیای تو تنهایی مردن داره. حالا از کجا میدونی خانم بهمنی تو فقر و گرسنگی و نمیدونم تنگ دستی داره زندگی میکنه؟ خب همسایه ها میگن. بعدم معلومه دیگه از مدلش، اصلا از مدل زندگی کردنش میشه فهمید. نه کسی میاد پیشش، نه جایی میره، میره خرید دو تا دونه پیاز میخره، یه سیب زمینی. شخصه. من که هرچی به تو بگم تو باز جواب خودتو داری بدی. ولی میتو خانم اینم یادت باشه که آدمی که داره تو این سن و سال تنها زندگی میکنه نمیره میوه فروشی چه میدونم 5 کیلو موز بخره، 10 کیلو همین انار بخره، پیاز بخره، سیب زمینی بخره، کیلو کیلو برداره بیاره خونش. دو تا دونه پیاز میگیره، دو تا دونه سیب زمینی میگیره، 4 تا دونه میوه میگیره میاد دیگه. چه خبر؟ نترس. تا الان که اینجوری رفتار کردیم که نفهمه داریم بهش کمک مالی میکنیم. تا الانو نمیترسم، از اینجا به بعدشو میترسم، از اونجایی که بفهمه که دارین لگد مال میکنین غرورشو. بابا لاغل پول خورده ریزه که براش میخرین و بگیرین ازش. میتونه مگه میشه یه نفر پول نون نداشته باشه؟ نمیفهم. شما که نفهم. بازم زحمت کشیدین؟ نه بابا چه زحمتی، پسرم صبح میره بیرون نون بخره، سپردم یه دونم برای شما بگیره. پسرتون خیرشو ببینی. الهی آمین، ایشالله که خدا همه جوانا رو عاقبت به خیر بکنه. به خدا این دعای شما برای من یه دنیا میارزه. اگه پسرتون بتونه یه زحمتی برای من بکشه من تا آخر عمر داغوش میشم. اختیار داریم بفرمایی. من اعصاب کنم. این
چیه؟ کارت آبر بانکمه. یه 1000 تومانی تو خونه ندارم که شرمنده شما نشم. آخه واسه 1000 تومان که کسی نمیره آبر بانک؟ نه نه، برای 1000 تومان نیست. اگر ممکنه 50000 تومان برام بگیره. خب من پای رفتن ندارم، یعنی دفعه رفتم صف بود شلوغ نتونستم وایستم، بعد جوون مردی هم که انگار از رفته بهشکی حاضر نشد جاشو به من پیرزن بده. حالا اگه در حد 40-50 هزار تومن پول باشه من خونه دارم. نه اگه زحمت بکشه پسرتون خیلی ممنونتون میشم. رمزش هم هست دوتا نحسی. دوتا نحسی؟ 13-13 تولد شوهر خدا بیامرزه. آخه خدا رحمتشون کنه. باشه چشم، من به محمدم میگم بره براتون بگیر. قربانشم فعلا. امروز صبح محمد من که رفت نون بگیره یه نون هم برای خانم بهمنی گرفت. من همین اولش گفته باشم و من دیگه حاضر نیستم برای این خانم بهمنی یه قدم کوچیک بردارم. میشه بفرمایید شما چرا؟ بله برای اینکه این خانم بهمنی اجازه بدین اگه من این قضیه رو براتون تعریف کنم مطمئنم همتون به نتیجه میرسین که نیکی جون رسیده. بفرمایید. دیدی گفتم. خب بگو بفرمایید. من که میگم بفرمایید. خب خب تا کجاش گفتم؟ تا اینجا که محمدتون رفت براش یه نون خرید. بابا تو 1000 تومن دادی این حالی من بیچاره رو بگو یه پرس غذای کامل با مخلفات بردم براش. ببین حالا خانم ما من میگم دعوا سر خانم بهمنی رو الان تمومش کنیم برای اینکه خانم مدیر گفتن یه جلسه بذاریم. برای اینجوری نمیخواد. بذاریم ببینیم اول ملوس چی میگه. آقا جان من اگه من این موضوع رو براتون تعریف کنم مطمئن باشین پرونده خانم بهمنی همینجا بسته میشه. اصلا به جلسه بعد نمیرسه. خب بگین دیگه. امروز صبح خانم بهمنی از من خواهش کرد گفت لطفاً به پسرتون بگید سر راه این آبروان که منو بگیره 50000 تومان پول نقد واسه من بگیره بیاره که مثلا حساب کتاب منو با من صاف بکنه که دیگه مدیون من نباشه. این 50000 تومان پول خانم بهمنی، اینم 10000 تومان حساب من، دیگه هم یک قرون برای خانم بهمنی بنده کاری نمی‌کنم. گفته باشه. چی خانم این آبر بانکشه. خب محمد من که این قبضو گرفت کنجکاوی کرد گفت بذار مانده حسابش ببینم چقده. اول فکر کردیم 30000 تومانه، بعد نگاه کردم صفراش مردم بودم نه 300000 تومنه. خوب که دقت کردم خانم دیدم نه 3,000,000 تومنه. هیچی خانم کاشف به عمل اومد 30,475,986 تومن تو حساب خانم بهمنی پوله. نه بابا ریاله میشه 3,000,000 تومن. داره میگه تومن یه اوی روندش کن دیگه بگو 31,000,000. خانم بهمنی واقعا 31,000,000 تومن پول تو حسابش داره. حالا بگین گناه داره. من بیچاره رو بگو از شکم آقامونه حسین آقا کم گذاشتم که خانم بهمنی شب سرش رو گرسته زمین نذاره. خب بگیره بکپه با این همه پولی که داره. منو بگو. تو رو بگو. آره منو بگو. من رفتم رفتم در خونه شون لباس چکاشو ازش گرفتم آوردم تو خونه خودمون با ماشین لباسشویی خودمون با پودر لباسش تازه واسش مایه خریدم مفت براش. خانم بیگی جون تو که به هدفی که می‌خواستی رسیدی. کلید پشت بومو می‌خواستی که به دست آوردی. ای اینجوریه. خب تو برو رخت چکاشو بشور من 3 تا کلید بهت میدم. وای من اگه 3 تا کلید قصرم بهم بدی حاضر نیستم این کارو بکنم. متاسفانه بلوایی شد که نگو. آخرش هم همه با هم به این نتیجه رسیدیم که انگار نه انگار اصلا به روی خودمون نیاریم که فهمیدیم. خیلی عجیبه ها. چه عجیبه؟ همین که به روی خودتون نیاریم که فهمیدیم. چی کار میکردیم؟ رومون نمیشو چاره دیگه ای هم نداشتیم. ببینم الان یعنی همه همسایه‌ها قبول کردن به روی خودشون نیارن؟ آره. ببینم یعنی مثلا خانم بیگی قبول کرده همچنان لباساشو بشوره؟ نه دیگه اصلا همین بده. الان خانم بیگی میگه من دیگه لباس نمیشورم. اون یکی میگه من دیگه غذا درست نمیکنم. پسر ملوس خانم میگه دیگه نون نمیگیرم. خب میترا این بنده خدا نگه چرا همسایه‌ها دیگه تعبیرم نمیگیرن. گناه داره ها. منم خیلی دلم براش میسوزه. ولی چیکار کنم؟ تصمیم هیئت مدیره است. من نمیتونم حرف بزنم.
حالا این یه وقت متوجه نشه هر کاری شما تو الان میکردین از رو دلسوزی بوده. نمیدونم اصلا باید چی کار کنم. به خدا اگه نمکگیرتون نشده بودم تو سو همچین بیزدم پس کلتون که ولو بشین تو جوب خیابون. بشین بشین. چرا آخه؟ چرا آخه؟ من ازتون خواسته بودم برام نون بفرستین. آه من گفته بودم، من گفته بودم. نه حساب دونه دونه نونایی که فرستادین دارم. هشتا هشتا سنگک، چهار تا بربری، فوقش همه رو هم دیگه جمعش ده تا منم نمیشه. افرازن افرازن هیچ نگو. من از همه تون بزرگترم. برای بعضیاتون مثل مادرم، برای بعضیاتونم مثل مادر بزرگم. پس تا وقتی که از کسی سوال نکردم هیچکی اجازه نداره حرف منو قطع کنه. بگی کیه؟ سلام. بشین. من از تو خواسته بودم رختمو بشوری؟ نه خانم بهمن. تو شما چرا به من دروغ گفتی؟ تو چون نگفتی یه نفر هست که رختار میشوره، آبرومنده، کمک خرجشه. من خواستم پول بدم، گفتی که نه ما دستمزدش رو میدیم، حتی بیشتر از دستمزدش جبران میکنیم. نگفتی؟ ده. نگفتی؟ من چه کلای سر شما گذاشتم؟ چه کلایی گذاشتم؟ فکر کردین محتاج نهار و شامتونم که هی هر دفعه تاق و جفت میامدین در خونم با مناسبتی این نظریه، این آشه، نمیدونم فلانه، این چیه قضا واسه من میابردین، نمیدونم محمدت واسه من نون میابردن و رختامو میخواستین بشورین. من از شما گدایی کردم؟ نه بابا خانم بهمن، این چه حرفیه؟ گدایی چیه؟ خب بعضی از همسایه‌ها خواستن به همسایه‌شون کمک کنن. حالا شما اگه دلتون نمیخواد این دیگه بحثش جداست. نه خیر، دلم نمیخواد، دوستم ندارم. این چند روز که سراغمو نگرفتین اومدم بگم چرا نمیان در خونم. گفتم که چرا سراغ رخت چرکامو نمیگیرین؟ خب ما فهمیدیم شما دوست ندارین، برای همین دیگه. نه خیر سراغم نگرفتین برای اینکه فهمیدین من 30 میلیون تومان تو حسابم پول دارم. برام دلسوزی میکردین، دلتون برام میسوخت، چون فکر میکردین من محتاجم، ندارم، فقیرم. سراغمو نمیگرفتین برای اینکه دیگه کیسه فضولیاتون پر شده بود. این کارت من، حساب کنه تمام شارژای عقب افتاده رو ازش ورداری، پول دونه دونه غذایی رو که همسایه ها فرستادن در خونه من حساب بکنین ازش وردارین، اون بیس برقی هم که واسم درست کردی پولشو وردار. به محمدت بگو دیگه برام نون نیار. اگه خواستین به کسی محبت کنین به ریخت و قیافش نگاه نکنین، به خود زندگیش نگاه نکنین، به حساب بانکیش نگاه نکنین، مثل بارون محبت کنین. بارون وقتی میاد
نمیدونه کدوم درخت درخت میوه است کدوم عرعر. براشون همه چیزو نوشته از اول تا آخر. فکر نمی کنم یه آدمی اینقدر احمق باشه که همه چیو برداره بنویسه. یکی یکی به شارژ میگه شارژ. تا الان شما شارژ نداده اید من راضی نیستم. یکی خانم نیکدلو خیلی محترمانه از هیئت مدیره اخراج کردیم به اتفاق آرا. به نظرم خودش متوجه شده بود چه کار بدی کرده. انقدر خجالت زده بود که حتی نایمد دفتر ساختمون. حاشا هم نکرد. میوه برات پوست بگیرم آقای حسابدار. نمیخوام میل ندارم. کجایی؟ نمیجا. مجید ببینمت. خوبی؟ وا میچکم خستم. حالا اینم گوش کن. ببین هیئت مدیره یه تصمیم جدید گرفت. اگه عملی بشه خب خیلی خوبه. برای اینکه دل خانم بهمنی در بیارن تصمیم گرفتن دست خانم بهمنی رو بذارن تو دست آقای جمشیدی. میدونم فضولیه ها ولی خب به هر حال کار خیره. البته این دفعه قرار شد از شما مردا هم مشورت بگیرن. کجا میری؟ خواهم سر مامانم بزنم میترا. الان؟ الان من یه وقت و ساعت داره دلتنگی و سامنم. مجی؟ طوری شده؟ نمیترا دلم هوای مامانم رو کرد. میگم میخوای منم لباس بپوشم باز بیام؟ میترا تنها برم. باشه سلام برش. خداحافظ. خداحافظ. بابات یه چیزیش هست وگرنه محال بود با اون همه حرفی که زدم مخالفتی نکنه حتی در مورد تصمیم جدید هیئت مدیره. اما تو ناراحت نباش. هر مشکلی که براش پیش اومده باشه وقتی به فهم تو قراره بیای پیشمون همشو فراموش میکنه. بابات سلام. سلام چی شده؟ دقیقا همون سوالی که من میخوام ازت بپرسم. چرا؟ واقعا چرا شکلی؟ چه شکلی هم نگه عزیزم ساعت ده و نیمه. من پرسیدم ساعت چنده مریم. بابا منظورم از ساعت اینه که ما ساعت ده پایین جلسه داشتیم الان هم همه هیئت مدیره اومدن پایین تو جلسه نشستم. من نمیام خودت برو. چی شده؟ من حالم خوب نیست نمیتونم. میخوای ببرم دکتر؟ نه نه اون حالمو نمیگم. خب مگه نمیگی حالم خوب نیست؟ نه حال روحیم خوب نیست نمیخوام بیام دکتر. تو برو به جلسه برس. مجید از دیشب رفته خونه مامانش. خب این که چیزی نیست منم حالا خونه مامانم هم. میدونم ولی هنوز نیومده. خب شاید از اونجا رفته سر کارش. نه نرفته. روی زنگ بزن به موبایلش. فکر خوبیه نه؟ زدم. خب این که دیگه ناراحتی نداره. جواب نمیده.
ببین منم بابام دو روز رفته بود از خونه بیرون، پیداش نبود، هر چی به موبایل سعی میزدیم جواب نمیداد. خب هیچی دیگه، مامانم داشت دیوونه میشد این الان تو فکر میکرد بابام رفته یه زن دیگه گرفت. تو هم آدم اگه یه شبه میره یه زن دیگه بگیره. نه بابا، یه شبه که آدم زن نمیگیره، ولی یه شبه میتونه همه چی رو رو کنه. بابات رفته بود زن گرفته بود؟ نه بابا، بالاخره دو روز بعد دوباره خودش برگشت. خب کجا بود؟ بیمارستان. بیمارستان برای چی؟ بابا کنار خیابون داشته راه میرفته، دزده اومده موبایلشو به قاپه، قافل از این که از این بنداراست که دور مچ دست بسته میشه، بابا هم کشیده شده بوده رو زمین، دزدم بی خیال شده بوده رفته بوده. از اون به بعدم به هممون میگه حق ندارین موبایل بندار بگیرید. چرا؟ خوب بوده که اینجوری دزده موبایلشو نبرده. نه بابا، دزده که فرار کرده بود، بابام بیچاره صورتش خورده بود زمین، گوشیش داغون شده بود، برای همین هم جواب تلفناشو نمیداد دیگه. تا دو ماه بیچاره صورتش تو باند بود، این دماغش رو سه تا از دندونای جلوش و اینا همه شکست. خوش با حال تو این حالو از کجا آوردی مریم؟ الان به جای دلداریته دلم قشره. اینه که چیزی نیست، حالا بگو مامانم از چی ناراحت بود؟ مامانم میگفت این بابات مخصوصا خودش انداخته زمین که بهونه داشته باشه بره دماغش عمل کنه. برو برو دیگه، برو خودت یه کاریش کن. چی کار کنم؟ تشریف نمیارین جلسه؟ نه نه، من باید زنگ بزنم بیمارستان دنبال مجید. وا خب زنگ بزن به مادر شوهره. خیلی خب، حالا باید یه کاریش کنم مجید رو پیدا کنم. تو برو تو خود خودت هر کاری دوست داری بکن. هر کاری. آره آره آره، امروز تو مودی. ببین میگم میخوای جلسه رو بیاریم. وای مریم برو، گفتم هر کاری دوست داری بکن دیگه. برو ببخشید امروز حالم خوب نیست. سلام، لطفاً پیغام بگذارید. آه شما بریم معلومیم اگه تو نمیام ماما میام، برم به حدیث بگم کجام نگران نشد. اگه بچه تو گذاشته بودی مرسیم که این ماجر کار نداشت. حالا که نذاشتم. به بچه چجوری تربیت میکنه؟ خواهی شد داریم چیز بگم تو بگم دیگه عصبانی میکنم. زن عصبانی بشی چیکار؟ ای بابا طبقه آخر. من هم باید برم به سفری سر بزنم. من هم باید برم خونم یک کار. من هم باید برم طبقه آخر دیگه. جلسه رو انتقال دادیم خونه خانم مدیر. خانم مدیر میترا؟ آره همون منتها کنار خانم مدیری همون گوشه دیگه. مامان سلام. سلام. باشه من باید مامانم سلام میرسونه. سلام میرسونه. میترام سلام میرسونه. خیلی خب من دیگه برم، جلسه شروع شد. کاری نداری، خدافظ. سلام. سلام. جلسه چی؟ هنوز چی نشده دروغ شروع کردی؟ دروغ چی؟ ما دیدیم حالا که شما نمیتونین تشریف بیارین پایین، بهتر ما جلسه هیئت مدیره رو بیاریم بالا. حالا چه خبر؟ از کی؟ از آقاتون دیگه. وای تو رو خدا انقدر نگو آقاتون، یاد اون نیکی میافتن با اون نامش. خیلی خب نمیگم. کلن چه خبر؟ هیچ. هیچی یعنی چی؟ به مادر شوهرت زنگ زدی؟ دوبارم زنگ زدم، میره رو پیغام گیر. عیبی نداره، پیداش میشه. خوشحالت مریم خدا، چی کار میکنی اینقدر حالت خوبه؟ فکرم مجیده. نه بابا بقیه. حالا ما این بودیم دیگه، حالا شما باید بیم بالا خدمت خانم. باش من نمیزنم، یه چه عزیزم دیر که نکردیم. خواهش میکنم، من خیلی سختم هر بار این دوتا بچه رو یه بولین. همه جلسه خسته شدیم بابا. وای سلام. سلام. های نیم ساعت طبقه هشتم منتظر آسانس. ای بابا جلسه اینجاست دیگاره؟ بله ظاهرن که اینجاست. بیان دیگه. وای 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 سلام. سلام. یه کلمه نباید ما رو خبر کنیم آن بیان. شما حالتون خوبه؟ خودت بیا از طبقه هشتم بیا بالا، وقت میفهمی حالم بده یا نه. بیا برو کنار ببینم.